تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. لوید رئیس آمریکا میگوید که در گفتگو با طالبان باید محتاط بود. مجلس نمایندگان نگران است که مبادا حکومت در غیاب مجلس لوی جرگه را فرا خواند. و وزیر فواید عامه میگوید که 99% شرکت های ساختمانی و سرکسازی به دنبال پول اند نکار. بنام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام. روز دوشنبه 17 ماه سرطان سال 1392 خورشیدی است که برابر می‌شود با 8 ماه جولای سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا هشدار می‌دهد که باید در گفتگو با طالبان با احتیاط عمل شود. لوید رئیس آمریکا ضمن نگرانی از افزایش خشونت‌های جنگی در افغانستان می‌گوید اکنون طالبان به چند دسته تقسیم شدند که برخی از آنان آشتی ناپذیرند. با این حال برخی از آگاهان نظامی در افغانستان از چند دسته شدن پیکارجویان طالب نیز خبر می‌دهند و این وضعیت را به نفع ثبات افغانستان نمی‌دانند. همزمان با این رئیس جمهور روسیه می‌گوید باید در مورد اوضاع امنیتی افغانستان پس از 2014 جدی بود. ظاهر قادری گزارش می‌دهد. جنرال مارتین دمسی لوید رستیز آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفته است که گروه طالبان برای رسیدن به اهدافش یک شورش مرگبار را در سرتاسر افغانستان برا انداختند. این مقام نظامی آمریکا همچنان از چند دسته شدن گروه طالبان سخن میگوید و می افزاید آشتی با برخی از این دسته ها ناممکن است. طالبان چندین نوع هستند. من فکر میکنم با برخی آنها آشتی امکان دارد، ولی شک نیست که با برخی دیگر آنها آشتی امکان پذیر نیست. برخی از آگاهان نظامی در افغانستان نیز تقسیم شدن گروه طالبان را به شاخه های خشن و میانه رو تایید میکنند. بستر طالبان یک مقدار در حال شکنندگی است و چند پارچگی چند دیدگاهی است. همچنان پاکستان با بازی را در قطر انجام داده خیلی در حالت بدی قرار گرفته است که بخشی از طالبان از کنترل پاکستان در حال خارج شدن هستند. میخواین بازی‌ها را مستقلانه در بیرون از پاکستان انجام بدن. به این لحاظ دیدگاه در درون ساختارهای امنیتی پاکستان هم در حال تعدیل شدن است. به اون لحاظ میخواین که محاذای جدید ایجاد بکنن از طالبان و گروه‌های جدید جهادی در افغانستان، مانند حزب اسلامی، مانند انوارالحق مجاهد، مانند مولوی کبیر و دیگران از بستر امارت جدا بسازن و این جبهات توسط از اینا گرم نگاه بکنن جنگ. جنرال دمپسی هرچند که از کشته شدن 3200 سرباز آمریکایی در 11 سال گذشته در جنگ افغانستان سخن میگوید، اما تاکید میکند که در پایان این همه قربانی دادن ها باید به سوی آشتی رفت. با در نظر داشت تلفات که ما متحمل شده ایم، این بسیار دشوار است که فکر شود ما در یک مرحله با طالبان آشتی کنیم، ولی من این واقعیت را درک می کنم که همه جنگ ها با یک سطح از آشتی سیاسی به پایان می رسند و به همین طریقه جنگ ها سرانجام پایان می یابند. پیش از باز شدن دفتر طالبان در قطر، خوشبینی های برای آغاز گفتگو با این گروه بود، اما با گشایش دفتر قطر تنش های متفاوت این خوشبینی ها را به یأس بدل کرد. رئیس جمهوری روسیه نیز اوضاع پس از 2014 در افغانستان را به ارزیابی گرفته است. ولادیمیر پوتین میگوید که در مورد جنگ افغانستان باید جدی اقدام کرد. وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور یک موضوعی بسیار جدی می باشد. در این رابطه مشکلاتی وجود دارد که به حل آن پرداخته خواهد شد. این هزارات در حال ابراز می شود که قرار است نیروهای افغان تا 6 ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت سرتاسر افغانستان را از نیروهای خارجی به عهده گیرند و نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج شوند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان نگرانند که مبادا حکومت در غیاب مجلس نمایندگان لوی جرگه دایر کند. اعضای مجلس میگویند که در این مقطع زمانی نیاز است که مجلس رخصتی تابستانی خود را به تعویق بیندازد. آنان میگویند نگرانند که هرگاه اعضای مجلس به رخصتی بروند، شاید حکومت به خاطر بحث در مورد پیمان امنیتی با آمریکا و برخی مسائل دیگر لوی جرگه برگزار کند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
قرارداد امنیتی با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و روند گفتگوهای صلح با طالبان از مواردند که رئیس مجلس نمایندگان میگوید شاید حکومت در غیاب اعضای مجلس در مورد آن فیصله کند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان با نگرانی از این مسائل میگویند که نیاز است به خاطر شرایط حساس پیش آمده مجلس رخصتی های تابستانی اش را به تعویق بیاندازد و همه مسائل مهم را زیر نظر داشته باشد. زما ولسی جرگه صدا خواسته ده چې د لوی جرګه د لوی جرګه دایری ولسی جرګه د رخصتی ته نه ځي چې ارڅه مشکل ورسته پیښ سره د مسولیت ولسی جرګه ترجی کیږي. وختي از رخصتی های بیایم با یک کار از پیش انجام شده روبرو شیم و رئیس جمهور افغانستان به گونه یکی یک کار را که تصمیم بگیره بعد از او هر چم سرصدا شود ما فکر کنیم ما تصمیم خود بر نمیگردم مشکلات در افغانستان بیشتر خواهد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید در نبود اعضای مجلس هر گونه لوی جرگه و فیصله های آن مورد پذیرش مردم افغانستان نیست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان میگوید بر رئیس جمهور گوشزد کرده است که نیاز نیست حکومت به چنین موارد جنجالی دست بزند. به صراحت اعلان میکنیم که لوی جرگه ای که ما در قانون اساسی داریم فقط اونمو را میشناسیم. غیر اون لوی جرگه نمیتونه که لوی جرگه باشه و در موضوعات ملی پیمان امنیتی و انتخابات و صلح اونا تصمیم بگیره. در غیاب شورای ملی افغانستان به هیچ وجه قابل قبول به ملت افغانستان نیست و در جلسه که در ریاست جمهوری شخص خودم اشتراک کردم در این مورد موضوع ما عمی بود که دولت با توجه به این مشکلاتی که ما در افغانستان متاسفانه شاهد هستیم آغازگر یک جنجال دیگه نباشه با تدبیر لوی جرگه‌ای که خلاف قانون است. رئیس جمهور کرزی گفته است که برای فیصله نهایی جانب افغانستان در پیوند به قرارداد امنیتی با آمریکا لوی جرگه حرف آخر را خواهد زد. یکی از خواسته های بحث برانگیز آمریکا در متن این قرارداد سپردن نو پایگاه نظامی در بخش های مهم افغانستان است. از سوی دیگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید تا زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی ها انجام نشود و این شوراها ایجاد نشود برگزاری لوی جرگه امر ناممکن است. شماره از باشندگان کابل در آستانه ماه رمضان میگویند که برخی از تاجران نرخ مواد خوراکی را در ماه رمضان به شکل سرسام آور بالا میبرند. آنان میگویند باید در این ماه مبارک نرخ مواد خوراکی اندکی کاهش یابد، اما برخلاف فروشنده ها نرخ ها را حتی تا دو برابر افزایش میدهند. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع میگوید با کسانی که از بلند بردن نرخ مواد خوراکی سوء استفاده میکنند برخورد قانونی خواهد شد. فرهناز فروتن گزارش میدهد. شکوه اذان شام، ترانه های افطار و هزاران نمازگزار و دعاگوی دست به درگاه خدا در آستانه ماه رمضان. رمضان از پسندیده ترین ماه ها برای خداوند و پیروان اسلام در جهان است. در این ماه قرآن کریم کتاب مقدس مسلمان ها به آخرین فرستاده خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. این ماه ویژگی و برتری هایی در دین مقدس اسلام برای مسلمانان دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. شما ببینید میگه یک شب قدر که قرآن نازل شده در این ماه مبارک رمضان بالاتر از هزار شب است. پس هزار شب ببینید ضرب زده میشه. پس ما ببینیم که هر دقایق ما اگر ما در عبادت خداوندی باشیم، در ذکر پروردگار متعال باشیم، در نماز خواندن، قرآن خواندن و در کل هر کار خوب و نیک را که انجام بدیم برابر میشه به هزار مرتبه نسبت به سایر ایام دیگر و روزهای دیگر. کابل نیز در ماه رمضان دستخوش تحولات زیادی است، از کارهای اجتماعی و محدود شدن اوقات کاری گرفته تا بالا رفتن چشمگیر قیمت مواد خوراکی. این نانوایی یکی از مزدحم‌ترین نانوایی‌ها در ماه رمضان است. هرچند نانپزان از سختی کار در گرمای ماه رمضان سخن می‌زنند، اما از فرا رسیدن این ماه خوشحالند و دعاگو. هر سال همین وضعیت دیگه کار می‌کنین، عادت کردین ها؟ بله، یار دیگه همین کارم هست. بازار رمضان چند نان سمیت می‌کنین؟ یک
یک مزار تا روز یک نیم مزاران ما رمضان یک ما پر برکت ما پر سعادت است بر ملت اسلام ملت افغانستان بسیار خوب است با قیمت دادن دمای رمضان فرق نمیکنه نه خیر نه نمازش فرق نمیکنه نه قیمت چیز کنش فرق نمیکنه دانه چند نان میخورید 10 افغانی بازارها به خاطر حلول رمضان پر جنب و جوش است کابل نشینان برای آمادگی رمضان به سودا خریدن برآمدند یک ماه پیش به ماه مبارک رمضان ما آمادگی میگیریم به خاطر کیک کلچه ما بسیار زیاد فروش داره اما قیمت ها در این ماه بسیار بلند می رود به ویژه برانان دشوار تمام می شود که سطح اقتصادی پایین دارد در هر کنار بازار کسی را می بینی در حال جر و بس بر سر قیمت ها آنان افزایش مواد خوراکی در رمضان را به انصافی تاجران می‌خواند. میوه‌های رنگارنگ اما با قیمت‌های گزاف که اکثر مردم توان خرید آن را ندارند. تاجرای ما شما که از ماه مبارک رمضان از میوه نرخ را از اونجا بالا می‌برند. باز داخل مارکت هم که هستن همین کمیشن کارا اینا که هستن اگر دیگه وقت در کارتن 20 روپیه بگیره در ماه مبارک رمضان 80 یا 50 یا 100 روپیه بالاش می‌گذاره. نمیتونم میوه بخورم از خاطر چی که روز به روز قیمت میشه عایدات نیست وزارت تجارت و صنایع میگوید برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها در این ماه تلاش زیاد خواهد کرد وارد اون که خود سکتور خصوصی ده از منگه توقع از منگه هیله از منگه امید لدوی نداده چه در روژه مبارک که میاشته خاطر باندې دوی کمه ګټه وکي ولی که چیرته دوی ناروا کوي په هغه صورت کې موږ مداخله کوو یعنی دوی سره قانونی چلند کوو با آنکه وزارت تجارت و صنایع بارها از کنترل قیمتها در چنین روزها سخن زده است اما دیده می شود که نرخ کالاهای اولیه به ویژه مواد خوراکی با گذشت هر روز افزایش می یابد شما بیننده خبرها از کشور از آریانا هستید شبکه جهانی تلویزیون آریانا با کمک مالی بنیاد بیات و شبکه مخابراتی افغان بیسیم 30 جزء قرآن کریم را با صدای شیخ عبدالکبیر حیدری به گونه تصویری ثبت کرده است تا در روزهای ماه مبارک رمضان جهت تسکین روحی مسلمانان به نشر برسانند. هیئت رهبری تلویزیون آریانا و بنیاد بیات پس از ثبت تلاوت کلام الهی که به گونه ترتیل خوانده شده است محفل ختم قرآن کریم را امروز راه اندازی کرد. گزارش داریم در این مورد. ماه مبارک رمضان ماه عبادت برای مسلمانان است. در این ماه خداوند برای هدایت بندگانش قرآن کریم را من حیث دستور الهی نازل کرده است. در این ماه رسانه‌های افغانستان نیز وجیبه اسلامی خود را با پخش تلاوت قرآن کریم و برنامه‌های اسلامی ادا می‌کنند. شبکه جهانی تلویزیون آریانا با کمک بنیاد بیات و افغان بیسیم برای نخستین بار تلاوت قرآن کریم را به گونه ترتیل با صدای شیخ عبدالکبیر حیدری ثبت کرده است تا در روزهای ماه مبارک رمضان نشر کند در پایان تلاوت 30 جزء قرآن کریم محفل ختمانه ای از سوی شبکه تلویزیون آریانا گرفته شد موفق شدیم 30 جزء قرآن شریف را به شکل ترتیل به ثبت برسانیم و آذوقه برای بیننده های تلویزیون آریانا در جریان ماه مبارک رمضان شریف یک آذوقه روحی بتانه شود در این محفل لوحه قدردانی از سوی هیئت رهبری تلویزیون آریانا و بنیاد بیات برای استاد حیدری داده شد تلاوت 30 جزء قرآن کریم همچنان قرار است و گونه تصویری در دیویدی ها بعد از رس شهروندان مسلمان افغانستان نیز قرار گیرد 30 جزء کلام الله شریف که توسط تلویزیون آریانا و شرکت مخابراتی افغان بیسیم تکمیل نمودم و در اینجا بنیاد بیات انشاءالله به زودی این به شکل دیویدی آماده ساخته و به دسترس هموطنان عزیز و تمام مسلمانان انشاءالله ما این را بگذاریم تا از او استفاده بکنم و داخل هم یک بار دیگر ابراز سپاس و تشکر از جناب استاد گفته می شود ثبت تلاوت قرآن کریم با فناوری های پیشرفته در استیدیوهای شبکه جهانی آریانا صورت گرفته است
مسئولان در فرماندهی امنیه ولایت بخلان میگویند که در جریان عملیات میوند دو در بخشهای از این ولایت 37 مخالف مسلح دولت کشته، زخمی و بازداشت شدند. اسدالله شیرزاد فرمانده امنیه ولایت بخلان میگوید در این عملیات تا حال چندین روستا از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. رو در تمام ولسوالی‌های سرپل عملیات امنیتی افغان موسوم به میوند دو در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 11 مخالف دولت کشته شده، 15 تن آنان زخمی و 11 تن دیگر آنان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. اسدالله شیرزاد فرمانده امنیه ولایت بغلان میگوید که در جریان این عملیات چندین قریه از وجود شورشیان پاکسازی شده است. و می گوید در این عملیات 3 پلیس نیز زخمی شدند و مقدار جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این چلارم روز عملیات چه دوام داری؟ البته خدا چلور روز که متاسفانا باید باید چه دره نفر پلیس زخمیان سوی دی او پاکستان در خلق دشمنان اغا اطلاعات چه مشتره گلی دی یوولست نفر برسوی دی او پنجویش نفر زخمیان سوی دی. آقای شیرزاد میگوید این عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که تمامی بخش‌های ناامن ولسوالی بغلان مرکزی از وجود مخالفان پاکسازی شود. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی از راه اندازی این عملیات ابراز خرسندی نموده میگویند به خاطر اینکه مخالفان دوباره باعث ناامنی این منطقه نشوند باید پسته‌های امنیتی در بخش‌هایی که از وجود مخالفان پاکسازی شده است ایجاد شود. یه عملیات نیکنه باید یه زود نبره دیگه، یک چند روزی جا پوسته پرته و یک انمیت تا این مردم گم شوه دیگه، امی خواهش ما مردم است. در جریان یک ماه گذشته در ولایت های فاریاب، جوزجان و بلخ عملیات های مشابه به خاطر پاکسازی این بخش ها از وجود طالبان مسلح را اندازی شده که بر اساس ادعای مسئولان امنیتی در جریان این عملیات ها صدها تن از مخالفان مسلح دولت کشته، زخمی و دستگیر شده. تا زمان انتخابات پیشرو در تمام ولسوالی‌های سرپل عملیات تصفیه‌ای راه اندازی می‌گردد. عبدالجبار حقبین ولی سرپل در یک گردهمایی در ولسوالی گوسفندی سرپل در حال این مطلب را بیان کرد که ناامنی‌ها در اکثر نقاط ولایت سرپل افزایش یافته و باعث نگرانی شماره از مردم مرکز و ولسوالی‌ها گردیده است. ولی سرپل میگوید که عملیات‌های نظامی برای مساعد ساختن این ولایت به برگزاری انتخابات پیشرو ادامه می‌یابد. به گفته آقای حقبین هنوز هم ناامنی‌ها در اکثر ساحات ولایت سرپل به عنوان یک مانع بزرگ در برابر برنامه‌های بازسازی و انکشافی می‌باشد که باعث عدم تطبیق پروژه‌ها در منطقه شده است. اگر ما جهت تلفن داشته باشیم امنیت تامین نباشه ما کل مصرف کردن می‌تونیم ما دوست مخالفین میفته ولی که او را مکتب جور کنن او را باز میرم توپا و راکب میخرن. غلام سخی ویرا ولسوال گوزفندی از وضعیت امنیتی کنونی در آن ولسوالی ابراز نگرانی کرده چنین میگوید. مشکلات هایی که ما فعلا داریم در تریه کاریز ها که از منطقه قرطپه و اومکه همچنان چمتال و شلگره کاملا مردم کاریز مشکلات امنیتی می باشند. مسئولان امنیتی سرپل می گویند که اگر مردم با دولت همکار نباشند و در قسمت تأمین امنیت تلاش نکنند دولت به تنهایی نمی تواند امنیت را تأمین کند. این در حال است که در هفته های اخیر فعالیت مخالفان مسلح در بخش های از سرپل افزایش یافته و در موارد در نتیجه زد و خورد نیروهای افغان و طالبان تلفات سنگین به جا مانده است. با 16مین دور مسابقات ورزشی افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا با قهرمانی تیم‌های برتر به پایان رسید. فدراسیون ورزشی افغان‌های مقیم آمریکا در آخرین روز این مسابقات با اجرای نمایشات ورزشی و اجرای کنسرت به کار خود پایان دادند.
باز هم خوش آمدید. وزارت فواید عامه میگوید 99% از شرکت های ساختمانی و سرکسازی به فکر به دست آوردن پول اند، نه خدمت به جامعه. به گفته ی وزیر فواید عامه، سرک هایی که در 10 سال گذشته ساخته شدند بی کیفیت بوده، اما بار مسئولیت اشتباهات به دوش این وزارت است. همزمان با این، شمار از باشندگان ولایت بغلان و نمایندگان مجلس از برنامه های وزارت فواید عامه در این ولایت پشتیبانی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد. نمایندگان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور ولایت بغلان همراه با برخی از نمایندگان این ولایت در مجلس از وزیر فواید آمد در یک نشست مشترک خواهان توجه بیشتر برای ساخت جاده های روستایی و شهری در بغلان شدند. وزیر فواید آمد میگوید به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند تمام نیازمندی های مردم را در کمترین زمان تامین کنند. وای میگوید هستند کسانی که مانع کار این وزارت در بغلان میشوند. در بانک اسلامی متاسفانه صلاحیتش به دست کسایی است بود که در روز یک میخواستن این سرک ساخته شد. من نمیگیرم کلاگی میفهمن صلاحیت از این بانک. اما تو یک چیزی بود که من چندین بار در مومین اتاق قد هر روز بانگیری داشت برای من، هر روز بانگیری میکرد. فقط ما باید احتیاج باشیم به دیگر آجی سب علاقمندی نبود که سرک ساخته شد. آقای اوژن میگه تمام جاده های افغانستان که در 10 سال گذشته ساخته شده است برابر با معیارهای ساختمانی نیستند. ما 99% قراردادی های ما به خاطر خدمت، به خاطر هم پول پیدا میکردن و هم صداقت در پاروش 99% اینه میره ندارن. تنها یک جبش پیدا کردن پول است. متاسفانه پروسه شلستن و یک کشور به نمی رقم مشکلات مواجه ساختن. تمام سرک های ما امروز شما ببینید هر سرک کور میکنم خراب است. اینه می اشتباهات 10 سال گذشته سرکسازی افغانستان هم به شانه ما بار است و ما باید پاسخگوی ازی هم در جه باشیم. از سوی دیگر باشندگان بغلان و عبیدالله رامین عضو مجلس نمایندگان خواهان عمل شدن برنامه های وزارت فواید عامه در این ولایت اند. آقای رامین میگوید در ساخت جاده های روستایی بغلان آنطوری که لازم بوده در 10 سال گذشته توجه نشده است. اگر 128 کیلومتر دو راه های صعب العبوری که ساخته میشه، یقین دارم که وزارت فواید عامه من جمله کارهای خوبی که کرده ایم یکی از کارهای بسیار کلانش خواهد بود و به تاریخ فعالیت های وزارت فواید عامه و در دوران کاری جناب شما ای باقی خواهد ماند و بخصوص تا پل کلانی را که در او مسیر و پل 68 متر و دیگریش هم 33 متر یا هم کارهای کلان است. این در حال است که پیش از این نیز بارها نمایندگان ولایت بغلان از کمکاری شرکت های ساختمانی برنده در ساخت شاهراه سالنگ و دوشی پل خمری شکایت کرده بودند. شرکت افغان جت اکسپرس برای نخستین بار جواز فعالیت خدمات پست‌رسانی را در داخل افغانستان به دست آورد. مقام ها در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند این شرکت در گام نخست خدمات پستی را در مرکز ولایت های افغانستان و سپس در تمام بخش های افغانستان ارائه میکند. مسئولان در شرکت افغان جت اکسپرس میگویند بنابر نیازمندی در این بخش و مشکلاتی که افغان ها در فرستادن بسته های پستیشان روبرو بودند، این شرکت را ایجاد کردند. مطمئنن افتتاح این گونه شرکت ها نشانگر فراهم‌آوری زمینه تجارت خوب در افغانستان است. ارزای خدمات پستی عالی و هموطن عزیز می باشد. ما تلاش خواهیم نمود تا بتوانیم خدمات عالی را در زمینه تبادله مراسلات هموطن عزیز و کمترین وقت ممکنه و اطمینان خاطر سهولت های عالی ارائه نماییم. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 85 پول، یک یورو 72 افغانی و 70 پول، یک پاوند انگلیسی 84 افغانی و 10 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی. فردا کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. مزار شریف هم آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 18 درجه. با
بازهار سپاس از همراهیتان و خبرهای این ساعت. خدا نگهدار. شب بخیر. اخبار